سلام، خوب هستید بچه ها؟ خسته نباشید. امیدوارم که من همیشه خوب و خوش و سرحال باشید. من در ادامه درس فارسی رسیدیم به ترجمه که ترجمان خدمت رو انجام دادم و چند سوالی که در واقع خود ارزیابیتون بود امیدوارم شما انجام داده باشید و من هم در کنار شما کار کنم و ببینیم به چه صورته. چه چیزی سبب افزایش روشنایی دل می شود؟ یاد خدا. منظور از بیت درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار چیست؟ من تو همون بیت اشاره کردم بهتون و میتونید مراجعه کنید و یاد بگیرید. به نظر شما بلعمی بچه چیزی تاکید میکند؟ اینکه تمام موجودات یاد خدا میکنند، اینکه ما باید یاد خدا بکنیم، اینکه تشکر از خدا موجب خوشنودی خودمونه در وهله اول، موجب سعادت و رستگاری خودمون میشه و این خیر به خودمون میرسه. از این نوع موارد هر چیزی رو دوست داشتید اضافه کنید و سوال 4 هم یک سوال برای خودتون بنویسید. خب میرسیم به مبحث اصلیه. ششم در مورد در واقع دستور زبان ششم در مورد نوع جملات هست، نوع جملات خبری، پرسشی، امری و عاطفی. بچه سوال اگه اومد گفتن انواع جمله از نظر محتوا را بررسی کنید، نه کنید محتوا رو در نظر داشته باشید دیگه. سوال اومد بفهم یعنی چی محتوا. از نظر محتوا یعنی درون مایه، یعنی خمیر مایه، یعنی بنه جملمون چیه؟ جمله ما میخواد چی بگه؟ میخواد بگه مثلا یه جمله خبریه، یه خبر رو عنوان میکنه، مثل بچه ها این جمله رو گوش کنید. تو به یادت نمیام که هزار سال شده فاصلمون. بچه ها تو به یادت نمیاد، یا بخوایم خیلی کتابیش بگیم، بگیم تو به یادت نمیاد، در واقع داریم یک خبری رو عنوان میکنیم به مخاطب اصلیمون و اون خبر اینه که ما داریم میگیم که یه چیزی رو داریم بهش میگیم. به این جملات میگن جملات خبری. جملات خبری دقت بکنید. جملات پرسشی چیه؟ خب بچه اینو به دقت گوش کنید. منو دادی به دستای شبای سرد تنهایی، چرا رحمی تو قلبت نیست آخه دنیا چه دنیایی؟ بچه چرا رحمی تو دلهات نیست یا همچین چیزی؟ سوال کرده. به این نوع جملات میگن جملات پرسشی. با چرا معمولا شروع میشه؟ میتونه هم مثلا با این کلمات شروع نشه، چرا، چگونه، چه. میتونه مثلا بگه بلبل و قمری چه خواند، یا رفتی علامت سوال رو بزنیم تش. به این جملات میگن جملات پرسشی. پرسشی رو از مخاطبمون میاریم انجام میدیم. حالا جملات امری ببینیم چه جوریه. گوش کنید با دقت. چرا باید بشم خیره به عشقایی که میریزه؟ چرا باید بشم خیره به عشقایی که میریزه؟ این سوالیه، خیلی مشخص سوالیه دیگه. حالا بعدیشو بگو بگو کرده هر شب یه روزی داره اون که منو برده. خب بگو بگو، ببینید بچه ها امر داره میکنه. ما با تمام خیلی از این چیزایی که توی موسیقیمون هم حتی هست اینو اشاره میکنه. جملات امری این که مثلا بلند شو، برو، بیا، یا هر کاری که توی به شما دستوری میده، یعنی اون علامت امر توش لحاظ میشه، میشه امری. حالا میخواد این به حالت مؤدبانه باشه، میخواد غیر مؤدبانه باشه. مثلا میشه معلم بگه برو بیرون، این غیر مؤدبانه شه، میشه بگه لطفاً برید بیرون، بفرمایید بیرون. اینم میشه جملات مؤدبانه که امری میشه. خب جملات عاطفی چیه بچه‌ها؟ جمله‌ای که بیانگر احساس شگفتی و عاطفه باشه، مثلا به به، عجب گلی، دیگه نمیدونم. برای این فعلا توی شعرها خیلی زیاد داریم، خیلی زیاد داریم.
در واقع برای آهنگین شدن شعر ما جمله این میایم این استفاده میکنیم. مثلا اینجا اومده گفته معمولا جای اجزای جمله تغییر میکند، برای مثال گاهی فعل به جای اینکه در آخر جمله قرار بگیرد در وسط یا در آغاز جمله قرار میگیرد. باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار اتوماتیک بعد اینجا باشه دیگه، خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع، خیز و غنیمت شمار. برای همین ما یه جمله‌ای که عاطفی یعنی اون حسمونو داریم انتقال میدیم به موردمون، با میتونه این فعل‌هاش هم بیاد عوض بشه. جمله رو سوال میپرسه میگه از کجا بفهمیم عاطفیه یا غیره یا خبری یا پرسشیه. بچه این جمله رو گوش میکنید میبینید توی سوالاتون، اگه خبری پرسشی امری نبود خب میزنید عاطفی. دقت کنید، اگه خبری پرسشی امری نبود از نظر محتوایی میزنید عاطفی. بذارید براتون یه مثال بزنم از این آهنگا ببینم چی دارم. نگاه کنید بچه‌ها. دلامون دیگه لنج بازی نکن که دل خونه میگیره برامون. ببینید بچه‌ها دیگه لج بازی نکن، خب این میشه اصلا امری. خب دل خونه میگیره برامون، دل خونه میگیره برامون. ببینید این جمله همیشه خدا جملات عاطفی یه جمله خبری هم توش داره. خب چطور بهتون بگم، یعنی میان تو تستا کار میکنن یه جوری که خبری و عاطفی رو با هم قاطی کنید. در واقع یه جمله عاطفی میتونه جمله خبری هم باشه که میگیره دلامون. بچه ها اینجا داره احساس گوینده رو میگه، درسته؟ پس اینجا عاطفه توش به کار رفته. پس علاوه بر اینکه جمله خبری جمله عاطفی هم میتونه باشه، ولی به نظر شما بیشتر به کدوم سمت میچربه؟ میگید بیشتر به سمت عاطفی میچرخه. اگه تو گزینه هامون آوردن همین جمله، همین کلمه، همین چیزی که اینجا دارن گفتن، این دو تا جمله چیه؟ نگاه کن. دلامون گلنج بازی نکن که دل خونه میگیره برامون. خب این دیگه لج بازی نکن که امریه، دل خونه میگیره برامون. بچه ها اگه بودن تو تستا گفتن این جمله مثلا خبری و عاطفیه میذارید این گزینه رو، ولی اگه بهتون گفتن خبری پرسشی امری عاطفیه، بار جمله رو عاطفی بودنه. پس شما بلافاصله میذارید عاطفی بودن، شک هم نمی کنید روش، چون معمولا جملات خبری مستقیما خبر رو میدن و عاطفه توشون نیست. تو سوالات معمولا میان مستقیم میگن من دیروز به مدرسه رفتم، ولی وقتی جمله عاطفی اومد بار عاطفیش بالاتر از بار خبریش هم میشه عاطفی. مثلا جمله بعدی، تو میخندی و میگی بگذران از هر چی که دیدم. بکن بگذر از هر چی که دیدم، بگذر از هر چی که دیدم. بچه ها در واقع این جمله امریه، درست خبری هم داره میگه بهتون، خب داره بگه از هر چی که دیدم بگذر، ولی کدوم جملهش بالاتر بود بچه ها؟ خب قطعا میگید امریش بالاتره. وقتی جمله امریش بالاتر باشه خب قطعا میزنیم امری دیگه، نمیزنیم خبری. من که از خودم گذشتم اما هیچ وقت نرسیدم. من که از خودم گذشتم، بچه ها ببینید، من گذشتن شخص از خودش در واقع یک نوع باز عاطفه رو داره نشون میده. مثلا توی شعرهای این چنینی عاطفه رو شما میبرید بالاتر، کلن شعر عاطفهش بار عاطفیش بیشتره دیگه، که اینجا میده جمله به سمت عاطفی با این که خبری هم هست. خب این تمرینات رو انجام بدید، میتونید یه دونه آهنگ بردارید هر جوری که خودتون دوست داشتید انجام بدید. من این جملات رو گفتم سعی کردم کوتاه باشه، مختصر باشه، من مفید. ایشالله بعدا میریم سراغ نهاد و گزاره و اینها. فعلا اینا رو کار کنید تا ببینیم چی میشه. متشکرم.